به نام خدا. بینندگان محترم سلام. سلام عرض میکنم به یکایی که شما عاشقان کلام الهی و شما علاقمندان به فراگیری فنون و علوم قرآنی. تا به حال با تعدادی از حروف الفبای زبان عربی آشنا شده ایم و آموخته ایم که باید آنها را چگونه تلفظ کنیم. در این برنامه نیز با یکی دیگر از این حروف آشنا می شویم. حرف عین. این حرف در فارسی همانند همزه تلفظ می شود، در حالی که همزه از ابتدای حلق یعنی دورترین نقطه حلق به دهان خارج می گردد، اما عین از وسط حلق یعنی از محل خروج حرف خاء جیمی به تلفظ در می آید. حرف عین و همزه هر دو باید نازک و رقیق تلفظ شوند، زیرا دارای برخی از صفات ضعیف هستند. لطفاً به تلفظ صحیح این دو حرف توجه فرمایید. ا آمنو العالمین يعلمون يعلمون أليم عليم. الله 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 يا رب الله الله حالا به تلاوت آیات 104 تا 110 سوره مبارکه نحل توجه فرمایید. لطفاً به تلفظ صحیح دو حرف همزه و عین در این آیات دقت فرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ. مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. الله 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 الله
أدركنا يا الله أدركنا يا الله أدركنا يا الله أدركنا يا الله أدركنا يا الله. و حالا این کلمات و عبارات را با هم تکرار می‌کنیم. اعجمی لسان عربی نعلم عذاب الیم بعد ایمانه طبع الله على قلوبهم وسمعهم من بعدها رب العالمين نعبد نستعين انعمت علیهم. با تلفظ دو حرف عربی آشنا می شویم. این دو حرف در زبان فارسی گاهی به جای یکدیگر به کار می روند. نام این دو حرف قاف و غین می باشد. قاف به کمک زبان کوچک در دهان ساخته می شود و غین در انتهای حلق. هر دو حرف درشت و پرحجم تلفظ شوند، اما در هنگام تلفظ قاف صوت آن در مخرجش قطع می گردد و پس از لحظه صدای آن آشکار می شود، اما در هنگام تلفظ حرف غین صوت آن در جریان است و هیچ گونه انصدادی در آن به وجود نمی آید. مانند اق اغ ميثاقا غليظا مقتا مغضوب قبلك غير قالوا غاوون توفيقا بليغا. الله 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 يا رب الله الله يا رب الله الله الله. و حالا آیات 111 تا 115 سوره مبارکی نحل را با هم تلاوت می‌کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها و توفى کل نفس ما عملت وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.
ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم. الله أدركنا يا 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 الله و حالا یک بار دیگر تعدادی از کلمات قرآنی را که دارای دو حرف غین و قاف هستند را با هم تکرار می‌کنیم. رزقها رغدا اذاق لقد جاءهم لغير الله غير باغ غفور هم الغافلون المسجد الأقصى قضينا. عزیزان تا به حال با تلفظ صحیح تعدادی از حروف عربی آشنا شده اید و می توانید قرآن کریم را نسبتاً صحیح و دقیق قرائت نمایید. و حالا در این برنامه نیز با یکی دیگر از این حروف آشنا می شوید. حرف ضاد. این حرف از برخورد کناره زبان از سمت چپ و یا از سمت راست به دندانهای آسیای بالا تولید می‌گردد و به دلیل داشتن صفات قوی درشت و پرحجم به تلفظ در می‌آید. الله 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 يا رب الله الله به طرف این حروف و کلمات توجه فرمید. الضاد المغضوب الضالين ضرب أضلانا تضع وضعته ترضاه بعضا يضرب يضل غضب الله والأرض نضيد ضيق. الله 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 الله
أدركنا يا الله أدركنا يا الله أدركنا يا الله أدركنا يا الله أدركنا يا و حالا به تلاوت آیات 120 تا آخر سوره مبارکه نحل توجه فرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنا جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العلي العظيم. خب یاران و همراهان گرامی، در اینجا به پایان یکی دیگر از سلسله دروس آموزش قرآن کریم میرسیم. خدا یار و نگهدار.